شهرام عبدلی بازیگر خوب کشورمون متاسفانه ساعتی پیش به دلیل خونریزی مغزی جون خودش رو از دست داد. با ما همراه باشید، جزئیات این ماجرا رو براتون میگم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. متاسفانه با خبر شدیم ساعتی پیش شهرام عبدلی بازیگر خوب سینما و تلویزیون کشورمون که از روز جمعه 29 بهمن به علت خونریزی مغزی در کمای عمیق فرو رفته بود، امروز شنبه 6 اسفند در بیمارستان قائم مشهد درگذشت. شهرام عبدلی که حدوداً یک هفته پیش در شامگاه 28 بهمن ماه سر لوکیشن سریال آسوده باش در مشهد مقدس بودش، دچار خونریزی مغزی میشه و اون رو به بیمارستان قائم مشهد منتقل میکنن. این بازیگر که فقط 46 سال سن داشت، مدتی بود که برای سریال نمایش خانگی آسوده باش به کارگردانی حسن حجگزار در مشهد به سر میبود و سر این اتفاق و بعد از انتقالش به بیمارستان بعد از اسکن مغزی که ازش انجام دادن متوجه شدن که دچار خونریزی مغزی شده. بعدش هم متاسفانه به کما رفت و هوشیاریش به شدت پایین اومد توی 24 ساعت گذشته و متاسفانه جون خودش رو امروز از دست داد. شهرام عبدلی کار خودش رو با سریال خط قرمز شروع کرده بود و بعد در فیلم‌های دیگه مثل ماه گرفتگی، یکی برای همه، قصه دلها و دختری در قفس در سینما هم ایفای نقش کرد. شهرام عبدلی چند سالی بودش که ازدواج کرده بود و دو فرزند پسر خردسال هم داشتش. او در مجموعه‌های تلویزیونی زیادی هم ایفای نقش کرده بود، از جمله دختری به نام آهو، تکیه بر باد، فاصله ها، رستگاران، خط قرمز، تبریز در مه و مختارنامه. شهرام عبدلی متولد 29 اردیبهشت سال 1355 در تهران بود و فقط 46 سال سن داشت. دقیق مشخص نیستش که علت خونریزی مغزی شهرام عبدلی به چه دلیلی بوده، ولی خب دوستان نزدیکش از جمله امیر قفارمنش که توی این سریال شبکه نمایش خانگی هم در کنار شهرام عبدلی حضور داشته، میگه که شهرام حالش کاملا خوب بود و به یک بار سرگیجه گرفت و اون رو به بیمارستان انتقال دادیم. بعدم که افت هوشیاریش و به کما رفتنش و این مرگ مغزی که براش اتفاق افتاد، روحش در آرامش و یادش گرامی. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. اطلاعات تکمیلی در مورد علت مرگ شهرام عبدلی رو حتما توی ویدیوهای بعدی براتون قرار میدم. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.